چراغ سبز بایدن به نتانیاهو برای حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی افشای برنامه اسرائیل برای کشتن علی خامنه ای و یک جنگ طولانی و تمام ایار با رژیم ایران درود بر شما فرزندان شجاع ایران زمین شما که پرچم سرنگ عشق و آزادی و افتخار را بر افراشته نگه داشته اید با هم بر سر این پیمان میمانیم که این سرزمین کهن را از چنگال دیکتاتوری آزاد کنیم و نور امید و آزادی را در دلهایمان زنده نگه داریم به ایران دیلی خوش آمدید کاخ سفید میگوید که اسرائیل باید به حمله رژیم ایران پاسخ دهد و ما قصد نداریم آنچه را که انجام خواهند داد فاش کنیم در همین حال چندین منبع امنیتی اسرائیل و آمریکایی در روزهای اخیر به المانیتور گفتند که تفاهمی بی‌سروصدا میان ایالات متحده و اسرائیل علیه رژیم ایران شکل گرفته است در حال حاضر هیچ مکتوبی وجود ندارد و چیزی به طور مستقیم بیان نشده اما به نظر میرسد این تفاهم وجود دارد دفتر نخست وزیر اسرائیل روز سهشنبه اعلام کرد که نتانیاهو در دیدار با وزیر خارجه آمریکا بابت حمایت واشنگتن از تلاویو در مبارزه علیه محور شرارت و ترور در منطقه به رهبری رژیم ایران تشکر کرد ناصر مستشار تحلیلگر سیاسی مقیم اروپا در این باره گفت اسرائیل موفق شده حمایت آمریکا را به دست آورد و افکار عمومی جهان را نیز برای حمله نظامی به رژیم ایران آماده کند و حتی در میان کشورهای مسلمان هم برانداختن جمهوری اسلامی به یک امید تبدیل شده است اکثر مسلمانان جهان به نیات پلید رهبران جمهوری اسلامی پی بردند و از نابودی آن بسیار خوشنودند اسرائیل پس از لو رفتن طرح حمله به رژیم ایران بسیار مصممتر شده است با لو رفتن و درز خبری پروژه نظامی اسرائیل احتمالا نتانیاهو مصممتر و کوبنده تر به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد دموکراتها ها بدترین حرکت را به نفع جمهوری خواهان انجام دادند و به لحاظ امنیتی بیابرو شدند این تحلیلگر امور خاورمیانه افسود حمله نظامی اسرائیل از طریق جنگنده های فوق پیشرفته به مراکز سپاه پاسداران و پادگان های نظامی آنها در اولویت قرار دارند و در همین راستا اسرائیل به مراکز و پادگان های ارتش هیچ صدمه ای نخواهد رساند تا اختلافات سپاه با ارتش گسترش شود. بی بی سی هم در این باره گفت ایالات متحده هیچگاه پنهان نکرده که مخالف حمله به تأسیسات هسته‌ای یا تأسیسات نفتی در ایران است. به این ترتیب پایگاه های نظامی باقی میمانند. احتمالاً پایگاه های متعلق به سپاه پاسداران و شبه نظامیان بسیج. زیرا این دو نهاد به عنوان ستون فقرات جمهوری اسلامی شناخته می‌شوند و قدرت نظامی آن را در خارج از کشور به نمایش می‌گذارند و همچنین اعتراضات مردمی را در داخل کشور سرکوب می‌کنند. آماده شدن اسرائیل برای جنگ طولانی با جمهوری اسلامی یک ژنرال ذخیره ارتش اسرائیل گفته این کشور برای سلسله از حملات به جمهوری اسلامی که آغاز یک جنگ طولانی است آماده می شود. سال مهم این است که آیا اسرائیل قصد دارد در این حملات الگوی هدف قرار دادن رهبران و فرماندهان حماس و حزب الله را در برابر جمهوری اسلامی هم تکرار کند؟ سلام من مراد ویسی هستم. خیلی از مردم و تحلیلگرا دیگه براشون قطعیه که اسرائیل به زودی به جمهوری اسلامی حمله میکنه. حالا دیگه خیلی درباره اصل حمله شک ندارن. حالا بیشتر سوال اینه که اسرائیل چطوری و در چه سطحی حمله میکنه؟ تا چند روز پیش بحث این بود که اسرائیل به تأسیسات اتمی و نفتی ایران حمله نمیکنه و فقط به مراکز نظامی حمله میکنه. چون دولت بایدن ازش خواسته بود به تأسیسات اتمی و نفتی حمله نکنه و حمله رو فقط به مراکز نظامی محدود کنه. اما الان چند روزه که دوباره تحلیلگرا و کارشناسای نظامی میگن اسرائیل احتمالا یه حمله سنگین و گسترده رو به جمهوری اسلامی انجام میده. انتشار بعضی از سنده محرمانه ارتش آمریکا این فرض رو تقویت کرده. این سندها میگن نیروی هوایی اسرائیل برای یه حمله سنگین آماده میشه. یه ژنرال ارشد نیروهای ذخیره اسرائیل هم گفته اسرائیل نه فقط برای یه حمله سنگین بلکه برای سلسله ای از حملات و یک جنگ تمام ایار و طولانی با جمهوری اسلامی آماده میشه. مهم نیست اسرائیل این بار به کجا حمله میکنه این فقط یه حمله از بین حملات متعددیه که نیاز انجام بشه تمام برنامه های ایران باید نابود بشه حمله به مراکز نظامی رهبری پالایشگاه های نفتی یا تأسیسات هسته‌ای گزینه های اسرائیل هن. اما تنها توی عملیات نمیشه به همه اینا حمله کرد حمله باید ادامه دار باشه این یه روند طولانیه فکر نکنید فقط یه حمله بزرگ انجام میشه این حمله آغاز یک جنگ طولانی بین اسرائیل و جمهوری اسلامیه این جنگ از انتخابات آمریکا و همینطور آغاز ریاست جمهوری بعدی آمریکا هم فراتر میره. سوال مهم اینه که در آمریکا چه اتفاقی میفته؟ اینکه در آمریکا رئیس جمهوری بیاد که درک کنه آمریکا باید رهبری یک ائتلاف رو به دست بگیره تا از راه نظامی با تأسیسات هسته‌ای ایران و توانمندی های نظامی اون مقابله کنه. ما یک فرصت بزرگ رو فراهم می‌کنیم. اسرائیل عملاً خاورمیانه را دو دستی به آمریکا تقدیم خواهد کرد. اسرائیل یک فرصت عظیم برای پیروزی بزرگ نه فقط حرفهای این ژنرال اسرائیلی بلکه اسناد لو رفته آمریکایی ها هم که در روزهای اخیر در رسانه ها منتشر شده نشون میده اسرائیل ممکنه برای مجموعه ای از حملات آماده بشه اون گفته ما باید طوری به حمله سپاه جواب بدیم که بقیه قبل از اینی که با ما درگیر بشن به عواقب چنین کاری دوباره فکر بکنن از اون طرف همزمان با ابهام در مورد چگونگی حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی ارتش اسرائیل تصمیم گرفته عکس حمله پهبادی به خونه بنیامین نتانیاهو رو منتشر کنه حزب گروه نیابتی ایران تلاش کرد نخست وزیر اسرائیل رو ترور کنه این یه اشتباه بزرگی بود این حمله قطعا اسرائیل را از ادامه جنگ علیه دشمنانش برای ساختن آینده بهتر برای تمام مردم منطقه منصرف نمیکنه نخواست وزیر خیلی واضح به ایران که پشت ازبالله و بقیه گروه های نیابتیشه گفته که هر کسی بخواد به مردم اسرائیل آسیبی برسونه تاوان سنگینی میده. عکس منتشر شده نشون میده که شیشه های بخشی از خونه نتانیاهو در اثر حمله پهبادی شکسته شده. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که اسرائیلیا که تو چند روز گذشته عکس این حمله رو داشتن چرا منتشرش نمیکردن؟ حالا چرا یه دفعه تصمیم گرفتن اکسا رو منتشر کنن؟ به نظرم یه معنیش این میتونه باشه که اسرائیل میخواد به الله و جمهوری سامی بگه شما تلاش کردید نفر اول اسرائیل رو بکشید پس اسرائیل هم حق داره اقدام تلافی جویانه بکنه در واقع سوال اینه که آیا اسرائیل قصد داره همون بلایی رو که با کشتن نصرالله و هنیه و سنوار سر حماس و آورد آیا میخواد همون بلا رو بر سر جمهوری هم بیاره و مقامات جمهوری اسلامی فرماندهای ارشد سپاه رو مورد هدف قرار بده و بکشه دیوید بارنیا رئیس موساد که الان عضوی از حلقه اصلی تصمیم گیری در اطراف نتانیاهو قبلا گفته بود اسرائیل باید سراغ مقامات جمهوری اسلامی در ایران بره. مقام های رد بالای نظام با پاسخ دردناکی در خاک ایران مواجه خواهند شد. ما نیابتی ها را تعقیب نخواهیم کرد. ما سراغ کسانی خواهیم رفت که آنها را فرستادند. کسانی که مسلحشان کردند و با آنها دستور دادند. این اتفاق در تهران، در کرمانشاه و در اصفهان خواهد افتاد. اینکه آیا اسرائیل قصد داره علی خامنه‌ای فرمانده ارشد سپاه رو مثل رهبرا و فرماندهای حزب الله حماس مورد هدف قرار بده و بکشه یا نه به دو تا موضوع بستگی داره اراده و توان اسرائیل اول اینکه آیا میتونه بکشه و دومی که آیا میخواد بکشه یا نه در طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی هم همین دو موضوع یعنی اراده کشتن مقامات و فرمانده های اسرائیلی و توانایی کشتن اونا مطرحه جمهوری اسلامی به کررات و در طرحهای مختلف در سالیان گذشته تلاش کرده مقامات ارشد اسرائیل از جمله نتانیاهو نخست وزیر فعلی نفتالی بنت نخست وزیر قبلی و فرمانده های ارتش رؤسای سرویس های اطلاعاتی اسرائیل مثل موساد رو بکشه ولی نتونسته در واقع جمهوری اسلامی اراده کشتن مقامات ارشد اسرائیل رو داشته و داره و میخواد این کارو بکنه ولی نمیتونه به دلیل نداشتن توان اطلاعاتی و تکنولوژیکی و عملیاتی نتونسته این کارو بکنه از اون طرف شواهد موجود و تجارب گذشته نشون داده اسرائیل برخلاف جمهوری اسلامی از توانایی اطلاعاتی، تکنولوژیکی و عملیاتی برای کشتن رهبره حماس و حزب و مقامات و فرماندهای رد بالای جمهوری اسلامی برخوردار بوده نمونهش ترور محسن فخری زاده مسئول ارشد برمی از ایران در اطراف تهران یا سرقت اسناد هسته ایران یا منفجر کردن تاسیسات هسته ای نتنس اینا یه موارد مشخصی از این توانه ای اسرائیل بنابراین الان مسئله که تعیین کننده است اینه که اسرائیل که چون این توانایی داره آیا میخواد مقامات ارشد جمهوری اسلامی و فرماندهی سپاره بکشه یا نه و هزینه و فایدهش براش چیه شواهد نشون میده که در گذشته وقتی اراده کرده تونسته این کارو بکنه و الان بیشتر بحث اراده و خواستن یا نخواستن اسرائیل در واقع وضع جمهوری اسلامی اسرائیل در موضوع کشتن رهبرها و فرماندهای همدیگه برعکسه جمهوری اسلامی میخواد رهبر و فرمانده اسرائیلی بکشه ولی نمیتونه؟ اسرائیل توانش رو داره و فقط بحث اینی که الان میخواد یا نمیخواد صحبت رئیس موساد رو که شنیدید الان صحبت علی یونسی وزیر اطلاعات سابق جمهوری اسلامی رو بشنوید یعنی کسی که رئیس مهمترین سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده که گفته نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ایران به حدیه حد که مقامات جمهوری اسلامی به طور جدی باید نگران جونشون باشن این ده سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون خب این وزیر اطلاعاته که داره توانای اسرائیل میگه نکته مهمی که در این وسط هست اینه که جمهوری اسلامی که در روزای اول حمله پهبادی به خونه نتانیاهو داشت در رسانه و شبکه هایش مای با این حمله پوز میداد و اونو نشونه توانمندی خودش و گروه های نیابتیش میدونست الان که بحث احتمال حمله متقابل اسرائیل علیه مقامات و فرمانده های جمهوری اسلامی مطرح شده حسابی الان نگران شده داره از این حمله پهبادی فاصله میگیره همه مقامات در تهران نگران شدن ترسیدن که نکنه اسرائیل همون بلایی رو که سر نصرالله و هنی و سنوار آورد حالا بخواد سر مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهای سپا بیاره مخصوصا اینی که بعضی از رسانه از نقش سفارت جمهوری اسلامی در لبنان در حمله پهبادی به خونه نتانیاهو گفتن الان در واقع اسرائیل نوعی مشروعیت برای خودش در انجام حملات مشابه به مقامات جمهوری سامی و فرماندهی سپاه تصور میکنه شاید به همین دلیل هم است که بخش رسانه حزب الله لبنان خیلی با عجله اومده گفته حمله به خود نتانیاهو رو ما در حزب الله رسن انجام دادیم تا از دست داشتن جمهوری سامی در این حمله رفع اتهام بکنه نکته مهم دیگه ای که در این وسط است و مقامات جمهوری اسلامی فرماندهی سپاه رو نگران کرده اینه که میدونن و دیدن که اسرائیل چه بلایی بر سر ساختار رهبری و شبکه فرماندهی حماس حزب الله آورد اسرائیل ساختار رهبری و فرماندهی حماس در نوار غزه رو در یه سلسله حملات تقریبا متلاشی کرد شیرازه رهبری و فرماندهی حزب رو هم تقریبا در یه مدت کوتاهی از هم پاشون یعنی خود مقامات جمهوری اسلامی و فرمانده های سپاه میدونن که خطر جدیه و اگه اسرائیل بخواد بزنه توانایی اطلاعاتی و تکنولوژیکی و عملیاتی لازم رو برای این کار داره خود فرمانده های سپاه میدونن که اسرائیل حمله میکنه و احتمالا حمله هم سنگین خواهد بود ولی خودشون رو از تکوتان انداختن و میگن اسرائیل نمیتونه به حمله گسترده دست بزنه محمد علی یا همون عزیز جعفری فرمانده سابق سپاه گفته حمله اسرائیل نمیتونه خیلی حمله گسترده ای باشه اسرائیل خیلی کوچکتر از اونه که بتونه حمله بکنه به ایران و البته حمله مذبوحانه و حمله محدود کوچیک برای اینکه بگه, بگه من یک حرکتی کردم و جواب دادم رو ممکنه انجام بده ولی حمله ای که در خور وعده صادق دو باشه نمیتونه انجام بده جالب این که در حالی که جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه تا حالا حمله هوایی اسرائیل در فروردین ماه گذشته رو به سایت موشکی اس 300 اصفهان رد می‌کردن عزیز جعفری تایید کرده که اسرائیل چنین حمله را انجام داده با اسرائیل چه غلطی میتونه نسبت به ایران بکنه بعضا شبیه میگن بعد از اینکه حزب الله رو مثلا تلان کرد یا تمام کرد بعد میاد سراغ ایران آخه این چه حرفیه ما موشک داریم ماشا ماشاءالله که اون هم آثار دفاع مقدس هست با این قدرت می توانیم از اینجا داخل اون با فشار دادن چند تا دکمه دشمن رو به هدف قرار بدیم دوزار کیلومتر برتر اسرائیل این توامندی رو نداره او باید با هواپیماهای پیشرفته ای که آمریکایی‌ها بهش دادن با سلاحایی که اونا بهش دادن با اجازه ای که کشورهای دیگه بهش میدن که بیاد در خاک اونها در آسمان اونها نزدیک ایران بخواد از اونجا یه چند تا موشک مثلا بزنه مثل اون غلطی که بعد از بعده صادقیه کرد یه دو تا موشک همینجوری مذبوحانه زد تو اصفهان تو اون پایگاه در واقع اینی که وقتی جمهوری اسلامی یه ضربه ای را از آمریکا و اسرائیل میخوره و تکذیب میکنه و بعد چند ماه بعد آروم آروم تو حرفاشون تایید میکنن که این ضربه رو خوردن این یکی از شیوه مثلا مدیریت بحران در جمهوری اسلامی اول مثلا میان میگن حسن نصرالله نمرده زنده است قطعا به حرفای دشمن گوش ندید بعد یه دفعه صدا و سیماشون میاد میگه انا لله و انا الیه راجعون و تایید میکنه که نصرالله کشته شده یادتونه وقتی نتانیاهو اومد و گفت ما در یه عملیات مخفی در ایران اسناد هسته جمهوری اسلامی رو بار زدیم و بردیم اولش امسال همین عباس عراقچی وزیر خارجه فعلی جمهوری اسلامی و ظریف مسخره میکردن میگفتن احتمالا یکی نتانیاهو رو گذاشته سر کار ولی بعد معلوم شد درست بوده نه فقط اسناد و ظرف چند ساعت بردن بلکه میدونستن که, می که حتی کدوم گاف خالیه سراغ اون گاف صندوق نرفتند وقت نرفتن وقتو تلف نکردن و همه رو بار کامیون کردن از کشور خارج کردن در حال که اولش عراقچی داشت مسخره میکرد اینا رو و بعدش هم اصلا به رو خودشون نیوردن جدی جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو ها رو دارن سر کار میذارن این دفعه دید ارجاع شدن به دولقزابات نمیدونم پس میذارم یه عده سر کارش گذاشتن اما از اون طرف خارج از سپاه همزمان با افزایش انتظارات برای حمله اسرائیل در دولت پزشکیان و در بین مردم همه از اوضاع بعد اقتصادی صحبت میکنن حتی دولت داره از بودجه جنگی صحبت میکنه پزشکیان گفته برای بودجه سال آینده با توجه به شرایط موجود بودجه نظامی کشور افزایش میدیم با توجه به شرایط موجود منطقی و تهدیداتی که متوجه ملت ایران است در ارقام بودجه اطمینان حاصل شده که تقویت بنیه دفاعی یکی از اولویت های اصلی دولت باشد خب پزشکان باید بودجه جنگ و بده وسط این کسری بودجه سپا و خامنه ای پزشکیان همون جوری که اون اوایل خدمت مرز کردم دارن میبرنش جنگ پزشکیان فقط باید بودجه جنگ رو تا تأمین کنه تو بقیهش کاره نیست از طرف دیگه هنوز حمله اسرائیل انجام نشده بازار دلار و سکه و بورس در ایران به شدت از اثرات روانی حمله متاثر شده دلار همینطوری داره میره بالا و هنوز اسرائیل حمله نکرده دلار از 66 هزار تومن گذشته در ایران در این حدود سه هفته ای که از حمله سپاه به اسرائیل گذشته و انتظار حمله متقابل اسرائیل وجود داره قیمت سکه و دلار همینجوری داره میره بالا در بین مردم هم همه این تحولات نگران کننده رو دارن میبینن آثارش رو داری در رفتار مردم میبینید در کلام مردم داریم میبینیم و خیلی ها نگرانن که اوضا بالاخره به, به چه سمتی پیش میره چی میشه؟ تا کی ما باید تاوان حسن نصر الله و هنیه و یه مش حرام لغمه را بدیم نمیدونم ولی تأثیری که گذاشته اینه که تمام زندگیها را فلج کرده و من به عنوان یک پدر خانواده خدا میدونه الان یک سال نتونستم برای خودم یک دست لباس بخرم خواستم بگم که از هفته اکتبر سال پیش تا الان حدودا یک سالی میشه که ما بیکار شدیم ما ملت عادی ایران همیشه زخورده زخ سیاست های جمهوری اسلامی بودیم تا وقتی که ملت های لبنان و یمن و غزه و سوریه و عراق هستن ترین توجهی به مردم ایران نمیشه جدای از این انتقادات مردم که چرا باید حکومت جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران رو به جنگ بکشونن چرا باید سرنوشت کشور رو به سرنوشت حزب هماس حماس گره بزنن در بین نخبه های جامعه هم حجم انتقادات از روی کرده جمهوری اسلامی روز بروز در حال افزایش در همین ارتباط فیاز زاهد از اساتید دانشگاه در یک گفتگوی یوتیوبی گفته انگار در نظام تصمیم گیری کشور یه دستگاه پخمیابی وجود داره که پخمه ها رو انتخاب میکنه و افراد شایسته رو کنار میزنه و حذ میکنه مثل که یه دستگاه دستگاه چیز داره پخمیاب داره حالا چی بگم حالا یه دستگاه داره که شما خانم اصلا اصلا انگاری که مک... یک جور مکانیزم مکانیکی هوشمند داره عمل میکنه یعنی شما واقعا سر و تر... واقعا یه ذره مسائل درک بکنید سیستم شما رو کنار میذاره شما اگه استاد خوبی باشید با محدودیت رو میشید شما تاجر خوب باشید رو مشکل میشید شما آدم خوبی و... اصلا من نمیفهمم این چه جوری عمل میکنه این این چرا انقدر هوشمنده چرا این لامصب از اون ور درست کار نمیکنه خب شما آقای رئیسی آمد این جوانان انقلابی هم آمدن بالاترین دوزی های تاریخ ایران در این دولت رخ داده واقعا تو این شرایط خامنه و سپاه و مسئولین جمهوری اسلامی کشور ایران و مردم ایران رو در شرایط بسیار خطرناکی قرار دادن به خاطر حزب الله و هماس دستی دستی کشور رو در آستانه جنگ بردن هر لحظه ممکنه این جنگ شروع بشه علیه ایران و معلوم هم نیست به کجا منجر میشه یعنی به خاطر حزب الله و هماس تمام مردم ایران تمام زیرساختای ایران رو اینا به خطر انداختن به خاطر مثلا چیه که محور مقاومت در منطقه داشته باشن به خاطر که مثلا علی خامنه ای عوض کرده تمدن نوین اسلامی مثلا برپا کنه من قبل از اینم عرض کردم کدوم که از 57 کشور اسلامی کدومی که از 22 تا کشور عرب اینجوری مردم خودشون و کشور خودشون رو به جنگ بردن دنبال نابودی اسرائیل بودن با جنگ نیابتی و گروه های نیابتی اطراف اسرائیل با حماس بزن با حزب بزن با هشت و شعبی بزن با اوسیا بزن خب اونام جواب میدن و الان جنگ اومده پشت دروازه های ایران و هر چقدرم دولت بایدن جلوی اسرائیل رو در منطقه گرفت اسرائیل میگه به من حمله شده من جواب میدم فکر نمیکردن کردن بلا سر حماس بیاره آورد کاری کرد که حماس رو تقریبا تا مرز نابودی برده آمریکا می گفت با حزب الله وارد جنگ نشو ولی رفت زد حسن نصرالله رو کشت رهبرها و فرماندهای حزب الله رو نابود کرد الان هم جمهوری اسلامی اینقدر سر به سر اسرائیل گذاشته که جنگ به پشت دروازه های ایران رسیده بدون اینکه که مردم ایران اصلا چون این جنگی بخوان بدون اینی که اصلا مردم ایران بخوان با اسرائیل به جنگ این جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیله جنگ ایران و مردم ایران که با اسرائیل نیست هم میهنان گرامی و دلیل به پایان این برنامه رسیدیم و از اینکه با ما همراه بودید سپاسگذاریم به امید روزی که خورشید آزادی بر آسمان ایران تابان شود پاینده و برقرار باد ایران